حملات علیه شیعیان افغانستان در سالهای اخیر افزایش یافته است. کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی آمریکا در گزارش سالانه‌اش اعلام کرد که در سال 2019 میلادی شرایط آزادی مذهبی در افغانستان با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های داخلی روند منفی داشته و حملات توسط گروه‌های افراطی نه تنها ثبات کلی افغانستان را تهدید کرده، بلکه به طور ویژه مسلمانان شیعه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. این گزارش می‌افزاید حملات تروریستی علیه شیعیان افغانستان هدف قرار دادن رهبران شیعه، محله‌ها، مراسم و مساجد شیعیان در سال‌های اخیر تشدید شده است و این روند در سال 2019 میلادی نیز ادامه داشت. کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی آمریکا در ادامه نیز با اشاره به تمهیدات انجام شده جهت بهبود امنیت شیعیان افغانستان نوشت: حکومت افغانستان طی سال‌های اخیر برخی اقدامات را برای بهبود امنیت اقلیت‌های مذهبی انجام داده که از جمله آن می‌توان به افزایش حضور نیروهای امنیتی در محلات شیعه نشین و مجوز مسلح شدن افراد غیر نظامی شیعه تحت نظارت پلیس در مراسم‌های مذهبی مانند عاشورا را اشاره کرد. در ادامه این گزارش آمده که به دلیل این تلاش‌ها حملات تروریستی علیه مراسم‌های مذهبی شیعیان تا حدودی کاهش یافته است، اما عدم کنترل دولتی بر کل خاک افغانستان، مشکلات مداوم در زمینه فساد و کمبود ظرفیت نیروهای امنیتی در مناطقی که حکومت تحت کنترل دارد مانع از اثر بخشی کلی این تلاش‌ها شده است. لازم به تأکید است که سنی‌های تندرو مسئولیت تمامی این حملات را به عهده گرفتند.